بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. محکوم کردن سرکوب مداوم مسلمانان جامو و کشمیر از سوی دیدبان حقوق بشر. ایجاد سایبان در خیابانها و میادین اطراف حرم مطهر حسینی به منظور رفاه حال زائران اربعین حسینی. بیش از 2500 موکب حسینی در استان المثنا برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی آماده می شوند. و هماهنگی مشترک استاندار کربلا با رئیس سازمان حج و عمره به منظور برپایی مراسم زیارت اربعین. وقت شما بخیر. دیدبان حقوق بشر سرکوب مداوم مسلمانان از جمله روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در جامو و کشمیر را محکوم کرد. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. دیدبان حقوق بشر گفت که نیروهای امنیتی هند به اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه در جامو و کشمیر از جمله بازداشت خودسرانه، قتل‌های فراقانونی و سایر تخلفات جدی ادامه می‌دهند. این سازمان در ادامه افزود که مقامات هندی به دنبال توجیه تخلفات خود با ادعای کاهش چشمگیر خشونت سیاسی در منطقه در 5 سال گذشته و کاهش تلفات غیر نظامیان و پرسنل امنیتی هستند. این در حالی است که 15 سرباز و 9 غیر نظامی از ماه ژوئن در منطقه‌ای که اکثر جمعیت آن مسلمان هستند کشته شدند. به گفته این سازمان حقوق بشری 5 سال پس از لغو وضعیت ویژه این منطقه در 5 اوت 2019 دولت هند همچنان آزادی بیان و اجتماع را در جامو و کشمیر محدود می کند. میانکشی گانگولی معاون مدیر آسیایی دیدبان حقوق بشر در این زمینه گفت مقامات هندی بر مهار خشونت در جامو و کشمیر اصرار دارند، اما آنها در 5 سال اخیر برای پایان دادن به تهاجم دولت به آزادی‌های اساسی کاری انجام ندادند. این سازمان خاطر نشان کرد که کشمیری‌ها نمی‌توانند از حق خود برای آزادی بیان، تشکل و تجمع مسالمت‌آمیز استفاده کنند، چرا که می‌ترسند بدون محاکمه برای ماه‌ها یا حتی سال‌ها دستگیر و به زندان انداخته شوند. در این بیانیه آمده است که صدها کشمیری از جمله روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر تحت بازداشت شدید و قوانین ضد تروریسم در بازداشت به سر میبرند. بر اساس گزارش دیدبان حداقل 35 روزنامه نگار در کشمیر از آگوست 2019 با بازجویی های پلیس، یورش، تهدید، حملات فیزیکی، محدودیت در آزادی و فعالیت ها یا ساختن پرونده‌های جنایی به دلیل گزارش‌هایی که بر اساس شغل خود تهیه کرده‌اند مواجه شدند. دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، پیرامون این خبر مهمان ما هستند. آقای دکتر روشندل، سلام و عرض ادب. عرض سلام و درود دارم خدمت شما و بینندگان محترم. ممنونم. جناب دکتر روشندل، برای احقاق حقوق مسلمانان جامو و کشمیر در هند و وادار کردن دولت هند به رعایت حقوق اولیه آنان، چه راهکارهای داخلی، منطقه‌ای و جهانی و همچنین توسط کشورهای اسلامی وجود دارد؟ بفرمایید. بله، خیلی متشکرم از سوالتون و خبری که اعلام فرمودید. خدمت شما عرض کنم اگه ما بخوایم یه تصویر خیلی دقیق از وضعیت جامو و کشمیر ارائه بدیم، این رو باید در نظر بگیریم که با توجه به مساحتی که حدود 120
1000 کیلومتر مربع داره و نزدیک 15 میلیون جمعیت، اکثریت این جمعیت مسلمان هستند، میشه گفت بیش از 70% مسلمان هستند. و دولت هند بزرگترین نگرانش اینه که با توجه به ترکیب جمعیتی که به نفع مسلمانان هست، دولت هند در سال 2019 یک لایحه از قانون اساسی رو که در واقع استخراج کرده بودن، لایحه 370 بود، بند 370 از قانون اساسی، که یک نوع خودمختاری رو به مردم کشمیر میداد که اینها بتونن پرچم خودشون رو داشته باشن و در واقع قانون اساسی خودشون رو داشته باشن، نوعی خودمختاری زمینی رو به رسمیت میشناخت که در سال 2019 دولت هند اون رو لغو کرد و دادگاه عالی هند هم در سال 2013 اون رو به طور کامل از دستور کار خارج کرد. نکته‌ای که اینجا خیلی وجود داره و ما باید بهش توجه کنیم اینه که دولت هند در سال 2020 هم حدود 32,000 خارجی رو به عنوان مهاجر وارد این کشور این بخش کرد که غیر مسلمان هستند. هدف هند تغییر ترکیب جمعیتی به ضرر مسلمان ها هست که به تدریج بتونه در آینده اون رو با یک انتخاباتی که میتونه دستکاری بشه و به ضرر مسلمان ها تموم بشه به تدریج زمینه خاک خودش بکنه. البته آقای مودی نخست وزیر فعلی هند که قبلا هم نخست وزیر بودن، ایشون دلیل این حضور خارجی ها رو کمک به توسعه و پیشرفت منطقه کشمیر اعلام کردن. ولی مطالبی که الان شما فرمودید در رابطه با سوال مشخص، من با این مقدمه ورود میکنم به اینجا که خب چه باید کرد. دولت پاکستان دو تا اقدام میتونه انجام بده، یکیش در سطح بین المللیه که معمولا آرای دیوان بین المللی نظارت داره بر این نوع اختلافات بین المللی زمانبر هست. ولی نکته که میشه گفت در سیاست داخلی باید چیکار بکنه، دولت پاکستان باید از سیاست‌های هند برای تغییر ترکیب جمعیتی جلوگیری بکنه و ظرفیت‌هایی رو در اینجا ایجاد بکنه که کرسی‌های پارلمانی رو در اونجا قرار بده که بتونه حاکمیت ملی خودش رو در اون بخش تثبیت بکنه. مطلب بعدی، راه حل بعدی اینه که پاکستان میتونه از کشورهای قدرتمند یا ثروتمند اسلامی دعوت بکنه برای سرمایه‌گذاری یا به نوعی ایجاد مناطق آزاد تجاری در منطقه کشمیر که به تدریج موازنه قدرت رو به نفع جامعه مسلمانان در اینجا تغییر بده. بله. مطلب بعدی اینه که خارج کردن این بخش، یعنی بخش کشمیر، از فضای امنیتی نظامی که همواره تنش سریع ایجاد میشه، از اون حالتش به تغییرش بده به سیستم اقتصادی که فرصت‌های اقتصادی کمک میکنه که حساسیت‌های دولت هند در زمینه امنیتی نظامی هم خارج بشه. نکته آخر اینجا هستش که من تصورم هست با توجه به تداوم این وضعیت، اگر پاکستان نتونه راه حلی برای جلوگیری از دستگیری و کشتار مسلمان‌ها در کشمیر توسط دولت هند ایجاد بکنه، طبیعتا زمینه برای رشد یک نوع طالبانیسم در کشمیر فراهم بشه که دست دولت هند رو برای حضور نظامی در اونجا بیشتر بکنه. بنابراین من روی ابتکارات دیپلماتیک فکر میکنم پاکستان قدرت مانور بیشتری داره و مواردی که عرض کردم اینه که باید پاکستان در این شرایط متوجه بشه که هر نوع برگزاری انتخابات با مخالفت هند مواجه خواهد شد و پاکستان هم سیاست‌های دوراندیشانه‌ای رو با توجه به مواردی که عرض کردم باید در پیش بگیره. ممنونم. با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان گرامی، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می‌دهیم. مرکز دفاع از حقوق و آزادی‌های آدم وابسته به دفتر آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی در شهر مقدس کربلا نشست و گفتگوی ماهانه خود را با عنوان تأثیر بکارگیری هوش مصنوعی بر حقوق و آزادی‌ها برگزار کرد. گفتنیست دکتر علا الحسینی، پژوهشگر این مرکز و سایر اساتید به ایراد سخنرانی در مورد تأثیرات هوش مصنوعی در جامعه کنونی خصوصا در کشور عراق پرداختند. علا الحسینی طی اظهاراتی گفت
چه بخواهیم چه نخواهیم، این اپلیکیشن ها وارد عرصه های مختلف زندگی، اهم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما شده اند و آمده اند زندگی ما را کنترل کنند. زیاد علی فاضل وزیر برق عراق از استثنای سه استان از قطعی برق برنامه‌ریزی شده در اربعین حسینی خبر داد. وزیر برق در نشست خبری در استانداری نجف اشرف گفت استانهای مستثنا شده از قطعی برق عبارتند از کربلای معلا، نجف اشرف و بابل هستند. فاضل در ادامه با تاکید بر اینکه میزان تولید 19000 مگاوات بوده و در حال حاضر نرخ تولید 27000 مگاوات است، یعنی افزایش 6000 مگاوات است، در حالی که نیاز واقعی برای کل عراق 47000 مگاوات میباشد. وزارت کشاورزی عراق اعلام کرد که امکان واردات 7 محصول همزمان با قرار گرفتن در آستانه زیارت اربعین فراهم شده است. محمد الخزائی سخنگوی وزارت کشاورزی عراق اعلام کرد که این وزارتخانه واردات 7 محصول اساسی از جمله گوجه فرنگی، سیب زمینی، خیار و پیاز علاوه بر سبزیجات اساسی را همزمان با زیارت اربعین حسینی آزاد کرده است. وی بیان کرد که این تصمیم پس از پیشبینی افزایش تقاضای این محصولات و تضمین عدم افزایش قیمت آن در بازارهای داخلی اتخاذ شده است. و خبری از قاره آفریقا. پلیس سومالی روز گذشته اعلام کرد در حمله‌ای که شب جمعه به یک ساحل معروف در موگادیشو پایتخت سومالی رخ داد 32 نفر جان باخته و 63 نفر زخمی شدند. به گفته پلیس سومالی این مرگبارترین حمله در ماه‌های اخیر در کشور بوده است. شایان ذکر است این حمله که گروه سنی‌های تندروی الشباب مسئولیت آن را بر عهده گرفتند با حمله انتحاری آغاز شد و سپس افراد مسلح به سمت مردم حاضر در ساحل را گلوله باران کردند. در سومین روز تظاهرات گروه‌های دستراستی بریتانیا علیه مهاجران غیرقانونی و به ویژه پناهجویان مسلمان شهرهای ناتینگهام، منچستر، لیورپول و بلفاست صحنه درگیری معترضان با پلیس و خشونت‌های شهری بود. در ناتینگهام معترضان علاوه بر پلیس با اعضای آنتیفا درگیر شدند. به گزارش رویترز چند فروشگاه در جریان این اعتراضات به آتش کشیده شدند. ناآرامی‌ها به حدی جهات مختلفی پیدا کرده که در منچستر درگیری بین تظاهرکنندگان چپ و راست ایجاد شده و جناح راست با به عقب راندن حصارها و پرتاب اشیایی به سمت افسران پلیس تلاش می‌کنند گروه‌ها را از یکدیگر جدا کنند. و خبری از افغانستان. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان میگوید که کمتر از دو سوم نوزادان در افغانستان به طور انحصاری در 6 ماه اول با شیر مادر تغذیه میشوند. یونیسف روز شنبه 13 مرداد با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس گفته است که پس از ماه ششم شیر مادر کافی نیست و باید مکمل‌های غذایی دیگر مثل میوه و سبزیجات به نوزادان داده شود. چند پیش نیز یونیسف گفته بود که کودکان افغانستان مصیبت‌های زیادی را تحمل می‌کنند. حرم مطهر حسینی به منظور آماده شدن جهت زیارت اربعین اقدام به ایجاد سایبان در خیابانها و میادین کرد. به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. حرم مطهر امام حسین علیه السلام از آغاز اجرای طرح ایجاد سایبان برای خیابانها و میادین منتهی به حرم امام حسین علیه السلام به منظور آمادگی برای زیارت اربعین به عنوان بخشی از مقدمات اصلی فعالیت‌های خود برای پذیرایی از زائران حسینی در این مناسبت بزرگ خبر داد.
مهندس عبدالحسن محمد رئیس اداره نگهداری حرم مطهر حسینی در این زمینه گفت که عوامل اجرایی اداره از چند روز پیش روند ایجاد سایبان برای خیابان‌های اصلی منتهی به حرم مطهر را آغاز کردند. وی در ادامه گفت فرایند ایجاد سایبان شامل خیابان قبله امام حسین علیه السلام و خیابان مجاور آن است که از میدان بلوچ شروع می شود و از درب قبله امام حسین علیه السلام می گذرد و در خیابان شهدا نیز ایجاد سایبان با استفاده از موادی انجام می شود که در حفاظت از نور خورشید مؤثر است. مهندس عبدالحسن همچنین اظهار داشت که کل مساحت تحت پوشش فرایند ایجاد سایبان بیش از 17,000 متر مربع است که به بهبود شرایط آب و هوایی در دمای بالا و ایجاد آسایش برای زائران در طول ایام زیارت اربعین کمک می‌کند. پروژه ایجاد سایبان در چارچوب مجموعی از فعالیت‌های مقدماتی جهت رفاه حال زائران حسینی صورت می‌گیرد و قبلاً نیز پروژه‌ای برای راه‌اندازی دستگاه‌های تهویه مطبوع در فضاهای حرم مطهر حسینی و اطراف آن انجام شده بود. این پروژه شامل نصب یک سیستم خنک کننده پیشرفته با هدف کاهش دمای خیابان‌ها به میزان 9 درجه سانتیگراد است که به کاهش تأثیر گرما بر زائران در ایام زیارت اربعین کمک می‌کند. این ابتکارات نشان دهنده تعهد حرم مطهر حسینی در ارائه بهترین خدمات به زائرین امام حسین علیه السلام و تأمین آسایش آنان در طول زیارت اربعین با انجام پشتیبانی‌های مستمر جهت پذیرایی راحت و ایمن از زائران میباشد. نمایندگی موکب‌های حسینی در استان المثنى از آمادگی موکب‌ها برای پذیرایی از زائران اربعین امسال خبر داد. وی در ادامه افزود بیش از 2500 موکب حسینی در مسیرهای اصلی استان از مرزهای اداری با استان زیغار تا مرز با استان دیوانیه آماده ارائه خدمات مختلف به زائران هستند. سعد العبدلی مسئول موکب‌های حسینیه استان المصلا تأکید کرد موکبداران با ساختن خیمه‌های خدماتی به توزیع غذا و نوشیدنی و فراهم کردن امکانات رفاهی برای زائران می‌پردازند. العبدلی با اشاره به اینکه به منظور تسهیل در روند معرفی موکبداران به دستگاه‌های امنیتی و سایر بخش‌های خدماتی و کارت‌های رسمی صادر شده تأکید کرد موکب‌های حسینی برای تأمین آسایش و خدمات رسانی برای زائران حسینی که برای گرامی داشت اربعین امام حسین علیه السلام به کربلای معلا می آیند تمام تلاش خود را به کار خواهند گرفت. در دیدار استاندار کربلا و رئیس سازمان حج و عمره بر هماهنگی و همکاری مشترک جهت استقبال هرچه بهتر از زائرین اربعین حسینی تأکید شد. همکارم گزارشی در این زمینه تهیه نموده که با هم می‌بینیم. مهندس نصیف جاسم الخطابی استاندار کربلای معلا در دیدار با شیخ سامی مسعودی رئیس سازمان حج و عمره راه‌های هماهنگی بین دو طرف برای تسهیل روند زیارت اربعین آینده را مورد بررسی قرار داد. بر اساس این توافق که طی جلسه‌ای در استانداری کربلا صورت گرفت، در مورد تمهیدات لازم برای تأمین امنیت زیارت اربعین و آمادگی برای حمل و نقل و خدمات لوجستیکی جهت زائران اربعین حسینی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. در این دیدار تأکید شد طرح مواصلاتی مربوط به محور نجف اشرف که زیر نظر مستقیم رئیس سازمان حج عمره انجام می شود در سال جاری با ایجاد مراکز جدید برای پذیرایی از زائران اجرا می شود. این مراکز در محورهای مختلف استان توزیع شدند تا از رفت و آمد روان زائران اطمینان حاصل شود. مسعودی خاطر نشان کرد پیشرفت‌های امسال شامل تقویت زیرساخت‌ها و ارائه وسایل حمل و نقل کارآمدتر به منظور اطمینان از ارائه بهترین خدمات به زائران که از مناطق مختلف عراق و جهان برای شرکت در مراسم بزرگداشت اربعین امام حسین علیه السلام می‌آیند می‌باشد. مهندس نصیف جاسم الخطابی نیز با تأکید بر اهمیت همکاری و هماهنگی بین همه دستگاه‌های زیر ربط بر ضرورت کار مشترک
برای ارائه بهترین خدمات به زائران اربعین حسینی و رفع نیازهای آنان در طول ایام زیارتی تأکید کرد و افزود استانداری کربلا برای تأمین تمام منابع لازم جهت حمایت از تلاش‌های سازمان حج و عمره در سازماندهی فرایند حمل و نقل، تأمین امنیت و آسایش زائران متعهد است. این همکاری در چارچوب پشتیبانی مستمر برای پذیرایی از میلیون‌ها زائر اربعین در شهر مقدس کربلا صورت می‌گیرد و نشان دهنده تعهد مسئولان زیربط برای ارائه خدمات با کیفیت در خور شأن حرم مطهر امام حسین علیه السلام می‌باشد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. محکوم کردن سرکوب مداوم مسلمانان جامو و کشمیر از سوی دیدبان حقوق بشر. ایجاد سایبان در خیابانها و میادین اطراف حرم مطهر حسینی به منظور رفاه حال زائران اربعین حسینی. بیش از 2500 موکب حسینی در استان المثنی برای پذیرایی از زائران اربعین حسینی آماده می شوند. و هماهنگی مشترک استاندار کربلا با رئیس سازمان حج و عمره به منظور برپایی مراسم زیارت اربعین. عزیزان بیننده، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایار و نگهدارتون.